اسم تبریز در گوش همه ایرانی ها همیشه تنینی شورشی و انقلاب خیز داشته. شهری پیشتاز انقلاب که اسمش مترادف نام سردار ملی ستارخان است و خیابانی و حنیف نژاد. شهر سرداران و پیشوایان آزادی و هزاران قهرمان دیگر از دیروز تبریز و جنگ‌های ستارخان تا حنیف نژاد و خیابانی در تاریخ معاصر و تا امروز. این برنامه نگاهی است به سرداری دیگر از آن خطه، یکی از رزمنده زنان قهرمان تبریز در مبارزه با خمینی و ارتجاع آخوندی، مجاهد قهرمان ثریا ابوالفتحی. مجاهد قهرمان ثریا ابوالفتحی در خانواده‌ای مرفه بزرگ شد که دوستدار دکتر محمد مصدق بودند. او که در ایام نوجوانی روحی جستجوگر داشت، وقتی از طریق یکی از اقوامش با کتاب‌های صمد بهرنگی از جمله ماهی سیاه کوچولو آشنا شد و آنها را خواند، تأثیر زیادی پذیرفت که با مشاهده فقر و نابرابری‌ها در جامعه تعمیق می‌شد. همزمان با آغاز تظاهرات علیه دیکتاتوری سلطنتی، او با دوستان نزدیکش ضمن شرکت در تظاهرات مشترکاً علیه شاه و دیکتاتوری شعارنویسی می‌کردند. ثریا که به دلیل وابستگی زیاد مادرش به او که تنها فرزندش بود، با محدودیت‌هایی مواجه بود، به دوستانش می‌گفت باید مثل ماهی سیاه کوچولو بیباک بود و محدودیت‌های خانه و خانواده را پشت سر گذاشت. او سرانجام در جریان شرکت در تظاهرات ضد سلطنتی با آرمان‌های مجاهدین و شهدا و بنیانگذاران آن آشنا شد و آنگونه که خودش می‌گفت گم شده اش را پیدا کرد. من با ثریا ابوالفتحی از سال 56 که دوتامون دانش آموز مدرسه پروین اعتصامی تو تبریز بودیم آشنا شدم و دفعه بعدش دیگه تو زندان تبریز سال 60 دوباره با هم دیگر رو دیدیم که من مجددا دستگیر شده بودم و ثریا هم تو زندان بود. من خواهرمون ثریا ابوالفتحی رو در سال 1358 در ستاد تبریز که جنبش ملی مجاهدین معروف بود اونجا دیدمش. خواهری بود خیلی باوقار، متین، چه با خلوص نیت تمام اهداف سازمان رو دنبال می‌کرد. ما توی ستاد شاید بعضیا ندونن خواهر چرم نیا صداش می‌کردیم، چه اونایی که قبلا توی ستاد بودن به این اسم حتما می‌شناسن. علارغم اینکه از طبقه مرفه بود خیلی مهربان و خیلی خاکی و در واقع طرف مقابل رو مورد شگفتی قرار میداد با ویژگی که داشت و آدمی در لحظه احساس میکرد که این یک خواهر شورشی و انقلابی است. تا قبل از 30 خرداد 60 من دیگه ندیدم تا در جریان جابجایی پایگاه های سازمان اونجا توی قراری دیدم. سال 58 من دانشجوی داروسازی دانشگاه تبریز بودم. مجاهد شهید ثریا ابوالفتحی دانشجوی زیست شناسی همون دانشگاه بود. ما هر دو عضو انجمن دانشجویان هوادار مجاهدین بودیم. یه روز داشتم میرفتم تو چهارراه شهناز، یه دفعه دیدم شلوغ شد. رفتم جلو، دیدم که یه تیم از خواهرای خودمونن بسات نشریه مجاهد و کتاب فروشی رو دارن اداره میکنن و یه تیم از برادران حفاظت منطقه رو به عهده داشتن. کمیته‌چیا و حزب اللهیا حمله کرده بودن. ثریا با تهاجم و با شعارهایی که میداد نه تنها تنهایی علیه این حزب اللهیا و کمیته‌چیا ایستاده بود و تونست منطقه رو علیه اونا بشورونه و به طوری که همه مردم دیگه از اینا طرفداری میکردن. ما بعدها با هم همتیم شدیم و با هم کار میکردیم. ثریا متولد سال 1340 بود. 5 ساله بود که پدرش را که از هواداران دکتر مصدق بود از دست داد.
دانش آموز فعالی بود و بعد هم بلافاصله در کنکور قبول و وارد دانشگاه شد. در انقلاب ضد سلطنتی شرکت فعال داشت و به سرعت به هواداران مجاهدین پیوست و وارد ستاد تبریز شد. او مدتی در انتظامات ستاد مسئولیت داشت. نیمه شب چهارشنبه 28 مرداد 1360 با حمله پاسدارها به خانه اش که پایگاه مجاهدین بود دستگیر و هفتم مهر همان سال با فرزند به دنیا نیامده اش تیرباران شد. یکی از همرزمانش گفته سریا مجاهد استوار و پابرجایی بود. از همون اولی که انتخاب کرد مجاهد بشه تا آخرین روز حیاتش. اوایل انقلاب من خودم در حال تحقیق برای شناخت فضای فعالیت علنی سیاسی رو برای سایر خواهرای هوادار مجاهدین در تبریز باز کرد. اون تقریبا ایام قبل از 30 خرداد تبریز تقریبا حالت شورشی بود و کلیه کادرهای سازمان یا بچه‌ها همشون در واقع مسئولیت پذیر بودن و همه هر کاری و هر موضوعی که بود با علاقه و شور و اشتیاق دنبال می‌کردن. مسئول قسمت ما مجاهد شهید کاظم سیدی بود که اون موقع پایگاه‌های انتشارات که نشریه چاپ می‌کردن به ایشون وصل بود و با توجه به فاز نظامی و شرایط سیاسی که تغییر کرد ما بایستی این پایگاه ها رو تخلیه می کردیم. چه این پایگاه ها انبوه وسایل داشت و چاپخونه های سازمان بود توش که یکی از چاپخونه های معروفی که ما داشتیم متعلق به پایگاهی بود که سریا ابوالفتح اونجا بود که یه روزی کاظم به من گفت که این پایگاه رو باید تخلیه کنیم که من یه قرار شد با خواهرمون سریا داشته باشم که در کوی ولیعصر منطقه تقریبا حاشیه تبریز بود اون موقع علارغم اینکه دور بود با تحمل سختی ها خواهرمون سر قرار اومد. خیلی پرشور، خیلی با ایمان، اعتقاد. وقتی من موضوع تخلیه پایگاه رو گفتم اصلا موافق نبود، میگفت نگران نباشید ما مقاومت میکنیم تا آخرش هیچ اتفاقی نمیفته. من خیلی پرشور و امیدوار بود و امید میداد. من خودم خیلی انگیزه گرفتم از این نحوه تنظیمی که با یک مسئولیتی که گفتیم. روزی که برادر مسعود برای میتینگ انتخاباتی تبریز اومد یادمه که تاکسی‌های هوادار عکس برادر مسعود رو پشت ماشین نصب کرده و در شهر میچرخیدن. اون روز سریا سر از پا نمیشناخت.
یک لحظه آروم و قرار نداشت. که خب بعد که قرارمون تموم شد رفت، غروب مجاهد شهید حسین وحیدی با یک خودروی رفتن به پایگاهشون که بتونن این پایگاه رو تخلیه کنن. تقریبا هوا گرجومیش بود، یک خودروی مزدا، اون موقع مزدا میگفتیم، این چرایه کرده بودیم که این دوتا آینه روی جلجیرش داشت که این به دلیل عرض ورودی پایگاه آینه ها جیر کرد و مانع شد و نتونست وارد ساختمون بشه، که ما مجبور شدیم که ماشین رو بیاریم عقب و دیگه نمیشد عوضش کرد. همون شب به پایگاه خواهرم سرای ابوالفتح حمله شد، چه همزمان به بقیه پایگاه هم حمله شده بود، حدود 13 تا دقیق یادم نیست، ولی سریا توی این پایگاهی که بود تعدادی از درادران خواهران هم بودن تو اونجا. خودشو سپر قرار داد توی در ورودی، پاسدارا رو معطل کرد با محمل و آتی‌سازی چه داشت و اعتراضی چه داشت، نذاشت پاسدارا وارد خونه بشن تا اینکه اون بچه‌ها تونستند از پایگاه خارج بشن و سریا با فداکاری که نشون داد و همچنین معطل کرد پاسدارا رو، باعث شد که این پایگاه در واقع با مدت زمان بیشتری طول کشید تا دست اونا افتاد. چه بعد علارم چه کلی اونجا تجهیزات و مهمات و علاوه سلاح و علاوه دستگاه های چاپ بود، ولی تونست از عهده محمل هایی که داشت بر بیاد و اینا رو غافل کنه و در نهایت چه دستگیر کردن و بردنش. من در شهریور سال 60 تو تبریز دستگیر شدم. وقتی که پاسدارا منو به زندان تبریز بند نسوان بردن، که عمده زندانیان بند نسوان زندان عادی بودن، ولی بعد از 3 خرداد به دلیل تعداد زیاد زندانیایی که بود، زندانی سیاسی رو هم قاطی همون زندانیای عادی همونجا یه جا نگه می‌داشتن. که همون موقع که پاسدارا منو تو حیات بند هول دادن، بعد در رو بستن و رفتن. من چند لحظه همونجا مونده بودم، نگاه میکردم که خب کجا برم و چیکار کنم، که یه دفعه دیدم سرای ابوالفتح خیلی به سرعت خودشو به من رسوند و گفتش که چادرتو بکش جلو. بعد دستمو گرفت و به سرعت منو به سمت یکی از اتاقای بند بردش. تو رو هم بهم گفتش که ببین با هیچ کی حرف نزن. بعد دیگه من خودم به همه میگم که حالش خوب نیست و بعد تو رو میبرم اونجا. بعد دیگه سری که منو برد توی یکی از اتاقای بند، بعد برد تو طبقه دوم یکی از تختا منو خوابون، پتورم کشید روم، بهم گفتش که اصلا سرتو بیرون نیارا، همینجا بمون، من خودم بهت سر میزنم. بعد من از زیر پتو میشنیدم که به هر کی، که چه از اون زنای عادی که میومدن ببینن که این تازه وارد کیه، چه از اون توابینه که تو بند بودن میخواستن ببینن که بالاخره کی دستگیر شده، میومدن منو چک کنن. بعد سریا نمیذاشتش، میگفتش که حالش خوب نیست، خوابیده، بالاخره همه رو یه جوری رد میکرد و میرفت. بعد خودش دوبار پتور کشید کنار، بهم گفتش که خب حالمو پرسید و بعد بهم گفت که از همینطور زیر پتو بمون، بعد خودم هم بعد غذا میارم، به خاطر غذا از زیر پتو بیرون نیا. واقعا هم همون شب همون کار کرد، خودش همونجا برام غذا آورد که بقیه نبینن که کی اومده رفت. وقتی سریا رو آوردن زندان تبریز، بچه ها خبر دادن که سریا دستگیر شده. بعد سریا که دستگیر شده بود اینطوری بود که عادی سازی کرده بود که نشناسنش. همه بچه ها رو فراری داده بود، همسرش، بچه های دیگر رو فراری داده بود و خودش دستگیر شد. وقتی خودش رو دستگیر کردن، همه اموال خونه رو مصادره کردن، آوردن دادگاه، ولی خودش میگفتش که برای اینکه سلاح‌ها رو پیدا کنن تمام دیوارهای خونه رو تخریب کرده بودن که سلاح پیدا کنن. سریا موقع دستگیریش خودش رو به عنوان یک خانم خانه‌دار معرفی کرد و به این ترتیب تونست فضای عادی سازی ایجاد کنه و اون رو ابتدا به زندان زنای عادی بردن و همچنین موقع دستگیریش هم با همین محمل تونسته بود
بسیار چند نفر از بچه ها رو از خونهشون فراری بود، فرصتی بخره تا بتونه بچه ها رو فراری بده. اما وقتی که لو رفت، اون توسط یک خائنی لو رفت، لحظاتی قبل از آزادیش با یک خائنی روبرو میشه که اون موقع شناسایی میشه و معلوم میشه که ثریا خودش یک مجاهد خلق بوده و به این ترتیب اینو ثریا رو برمیگردونن به دادگاه و اونجا دیگه علناً از سازمان دفاع میکنه و در همون جلسه حکم اعدام رو براش صادر میکنن. من وقتی دستگیر شدم دانش آموز کم سن سال بودم. بعد وقتی ثریا رو آوردن زندان اینطوری بود که اونو تو بند زن عادی برده بودن، چون عادی سازه شده بود نشناخته بودن. منم عموما میرفتم پیشش، چون کسی منو نشناخته بود، هویت منو نمیدونستم، برای همین منم میتونستم برم پیش ثریا باش صحبت کنم. وقتی من میرفتم پیشش به من میگفتش که ببین بیا با هم صحبت کنیم، با هم بازیو پس بدیم، ببینم تو چطوری میخوای جواب بدی، باید طوری پاسخ بدی که بتونی بری بیرون سلاح منو به دست بگیری و بجنگی. بعد من میگفتم که نه ثریا، من برم بیرون قطع میشم، من اینجا پیش بچه‌ها هستم، اگه برم بیرون پیش کی برم، کجا برم؟ میگفت نه، خیلی قاطع به من میگفتیش نه، باید کاری کنی بری بیرون و بجنگی و سلاح منو که به دست بگیری، باید بهم قول بدی که این کارو بکنی. یه روز بالاخره موفق شدم از پشت پنجره ثریای قهرمان رو ببینم. نمیدونم ثریا چی داشت، ولی از همون اولش جاذبه عجیبی داشت و خیلی شیفته شخصیت شدم. یادم هر کدوم از بچه‌ها که پشت پنجره بودن ثریا رو که می‌دیدن بلافاصله بقیه بچه‌ها رو خبر می‌کردن و می‌گفتن بچه‌ها بیاین ثریا داره تو حیاط قدم می‌زنه و همان به سرعت تلاش می‌کردن خودشونو برسونن دم پنجره، چون که از سرزندگی و شادابی و استادگی ثریا ما هم رمز شجاعت و استادگی رو می‌گرفتیم. ضمن صحبت گفتم که هنوز زود است که درباره عظمت رزم و مقاومت و حماسه‌ای که بچه‌های ما آفریده‌اند سخن گفته شود. اتفاقا چند روز پیش من نامه ای را که خواهر شهیدمون ثریا ابوالفتی پیش از اعدامش از زندان تبریز برای همسرش نوشته بود خواندم. واقعا نامه تکان دهنده ای بود و مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد. البته از این نمونه ها زیاد داریم. بعد از خواندن این نامه من با خود فکر می کردم که آیا واقعا در طول تاریخ از نهضت‌ها و حرکت‌های انبیا و اولیا که بگذریم، جنبش و حرکت و انقلابی به عمق و عظمت حرکت مجاهدین پدید آمده است؟ حرکتی در این حد از آگاهی و ایثار و صمیمیت و صداقت انقلابی و در این حد از خصیصه و جنبه اعتقادی و ایدئولوژیک؟ پس از عرض سلام، امیدوارم که حالت خوب باشد و با روحی شاد و مصمم همراه دیگر برادران و خواهران رزمنده و مجاهد در مبارزه علیه ظلم و نابرابری موفق و کامیاب باشی. این نامه را در کنج زندان در روزهایی که در انتظار شهادت نشستم برایت می نویسم. حالم خوب است و به حمدالله روحیم قوی می باشد. یادآوری گذشته و قطع پیوند با زندگی، دنیا و عزیزان گاهی بسیار دردناک است. ولی وقتی انسان به عظمت راهش و علت این گسستنها فکر می کند، عظمت و اهمیت کاری که می کند برایش هویدا می شود. متاسفانه کمبود امکانات اجازه صحبت بیشتری برایم نمی دهد. وصیت من به تو پیگیری بیشترت در مبارزه و رعایت دقیق اصول و ضوابط تشکیلاتی می باشد. هرچند که شاید
نیازی به این وصیت نباشد و خود تو بهتر از من این مطالب را می دانی. ضمناً برایم دعا کن که خداوند مرا در زمره شهدا قرار بدهد. به تمام خواهران و برادران سلام برسان و وصیت مرا که رعایت دقیق ضوابط تشکیلاتی می باشد به آنها برسان. سریا طرح فرار داشت، دو تا طرح فرار داشت که اینطوری بود که یه طرحش این بود که با به شکل زنان مأمور زندان در بیاد و بتونه از اون طرح خارج بشه. این طرح یه خانم توی زندانبان که به ما کمک میکرد، اون با هماهنگی با اون داشت دنبال میکرد که الزامات اونو پیدا کنه، از قبیل مقنعه، چادر، اینا به شکل زنان زندان در بیاد و بتونه فرار کنه. که این طرح با بچه های داخل زندان و بیرون زندان داشت دنبال میکرد که من در جریان ریزش نبودم. اما یه طرح دیگه این بود که من براش یه مسیرهایی رو شناسایی کنم که بتونه از اون طرح، که این بود که من برم چک کنم که ببینم چاهایی که درب چاه‌ها آیا به سمت بیرون راه داره، قفل یا بازه، که من اینا رو باید برای شناسایی می‌کردم و می‌آوردم. که در واقع همین کارم انجام داده بودم که متاسفانه اینطور شد که اعدام ناگهانی سریا پیش اومد که ترمون به هم. محلایی که سریا گفته بود شناسایی کرده بودم، با خوشحالی اومدم بهش گزارش این محلایی که شناسایی کرده بودم بهش بگم. که بچه ها گفتن که موسوی تبریزی اومده سریا رو به دادگاه صدا کرد. موسوی تبریزی اینطور بود که پنجشنبه ها می اومد و حکم اعدام مجاهدین و زندانی ها رو صادر میکرد. که هر هفته که پنجشنبه اومد 50 نفر، 60 نفر، 45 نفر این حدودا اعدام، حکم اعدام میداد. 5 دقیقه بیشتر این محاکمه طول نمیکشه. در عرض 5 دقیقه همین زندانیا رو حکمشون رو میداد. که سریا، وقتی سریا رو صدا میکنن، سریا گفتش که موسوی تبریزی موقعی که منو صدا زد به من اهانت کرد. منم یک سیلی محکمی به صورتش زدم و اون در جا به من حکم اعدام داد. وقتی حکم اعدام داد، حکمم رو امضا کردم، اومدم. سریا تعریف میکرد بعد از اینکه حکم اعدام رو گرفته بود، در مسیر دادگاه با مادرش روبرو میشه. مادرش رو به زبان محلی انه خطاب میکرد. بهش میگه که انه، به من حکم اعدام دادن، ولی تو باید قول بدی که بعد از من ناراحت نشی و گریه نکنی. هر وقت دلت بر من تنگ شد به آسمون نگاه کن، به خوشه سریا نگاه کن، اونجا به یاد من میفتی و من اینطوری مسیرم رو انتخاب کردم. موقعیت بیدادگاه تبریز در واقع چفت زندان مرکزی تبریز بود، طوری که وقتی که هر کدوم از زندونیا برای بازجویی و یا محاکمه به این بیدادگاه می رفتن، تو مسیر برگشتشون بخشی از مسیر رو در مواجهه با خونواده های زندونیا که برای پیگیری پرونده های عزیزانشون می اومدن مواجه می شدن. یادم روز آخری که سریا در واقع برای تعیین تکلیف نهایی پروندهش به این بیدادگاه رفته بود، تو مسیر برگشت مادرش که اون موقع همیشه بهش انه میگفت، اون رو از دور دیده بود. مادرش تلاش کرده بود که خودش رو به سرعت به سریا برسونه و اون رو در آغوش بکشه. پاسداری که همراهش بود ممانعت کرده بود و نمیذاشته که این در واقع مادرش به سریا نزدیک بشه، ولی سریا اون رو با جسارت خودش کنار زده و مادرش رو در آغوش کشید و بهش گفت که من در واقع اعدام میشم، حکم اعدامم صادر شده، ولی نباید گریه کنی، اینا نباید گریه تو رو ببینن و در واقع ازش قول گرفتم که
به هیچ وجه بعد از اعدام من گریه نکنه. شب اعدام سریا خیلی آرامش خاصی داشت. همه زندانیا، بیشتر بچهای زندانیا سیاسی ها جمع شده بودیم. یکی ترانه کردی میخوند، یکی ترانه ترکی میخوند، یکی ترانه دایه دایه وقت جنگه رو میخوند. خلاصه هر کسی یه چیزی میخوند. بچه ها دست جمعی سرودهای سازمان ها با هم میخوند. و همه وقتی که همه خوندن به سریا گفتن که سریا تو هم یه چیزی بخون. سریا گفتش که بچه ها من سرود ای طلای داران، جبهه رهایی همون ای طلای داران که شما طلای دارانید و وارث شهیدانید، اونو براتون میخونم. و با صدای قشنگش این سرود طولانی رو خیلی زیبا و قشنگ خوند و همه فقط سکوت کرده بودیم گوش میدادیم. بعدش سریا رو کرد و همه گفتش که بچه ها من دارم میرم اون دنیا، کسی هر کسی پیامی داره به من بگه، من میرم پیام شما رو میرسونم. به حنیف نژاد، به بدیزادگان، به هر کسی پیام داریم من میرم اون دنیا، همه پیام های شما رو میرسونم، فقط به من بگیم. تیر ماه بود، هنوز دستگیر نشده بودم و سریا هم دستگیر نشده بود. چند روز بعد از شهادت لیا عنصریان و رقیه مطاپور رضایی، دو تا خواهر میلیشیای قهرمان که اولین میلیشیاهایی بودن که توی تبریز اعدام شدن، میگذشت. وارد اتاق شدم و سریا رو دیدم که نشریه آیدین که یه نشریه دانش آموزی بود و تو تبریز منتشر میشد، اون تو دستشه و داره اونو میخونه. گویا که جزئیات شهادت قهرمانانه این دوتا میلیشیا رو نوشته بود. سریا در حالی که خیره شده بود به نقطه‌ای به من گفت: تصور کن که چه عالمی بوده. حدس میزنم که سرود خوانان به پای شهادت رفتن. سریا آرامش خاصی داشت. انگار که توی یه دنیای دیگه هست. اینطوری بود که همه بچه ها سریا بغل میکردن، گریه میکردن، مخصوصا زنای عادی خیلی به سریا علاقه پیدا کرده بودن. بعد میبوسیدنش، گریه میکردن، بچه های دیگه بغل میکردن، به بچه ها ازش هدیه میگرفتن، یادگاری میگرفتن، میگفتن سریا به همشون یادگاری میده. اونا رو بغل میکرد و اونا گریه میکرد و اون گریه میکردن، اونا رو آرام میکرد. میگفت بچه ها برای چه گریه میکنی؟ مگه من کجا میرم که شما دارین گریه میکنی؟ اونجا هم یه دنیای دیگه است. بعد به هر کسی ازش یه یادگاری میگرفت. که بعد وقت من ازش پرسیدم که سریا پس من چی؟ به من چی میدی؟ بعد به من گفتش که به تو راه همو میدم. تو باید بری بیرون، سلاحمو به دست بگیری، نباید بذاری سلاحم رو زمین بمونه، باید بهم قول بدی که بری بیرون و سلاحمو به دست بگیری و بجنگی. اوایل مهر ماه سال 60 بود. من خودم اون موقع حکم گرفته بودم و به بندی موسوم به بند قرنطینه منتقل شده بودم. یکی از شبا بود که باز مشخص بود که امشب شب اعدامه. بعد یک سرودخوانان صدای بچه‌ها رو میشنیدیم که در همین وادی دیدیم صدای شعارگونه یکی از خواهران میاد که ما حد زدیم که سریا باشه، چون چند روز قبلش خبرش رسیده بود که امکان شهادت سریا و اعدامش هست. اون شب شب عجیبی بود. سریا وقتی که شعار میداد پای اعدام رسید و اونجا آخرین جملهش این بود: انا لله و انا الیه، که متاسفانه به دلیل رگباری که روش گشودن دیگه این کلام تا به آخر نرفت. در همون اثنایی که ما همه سکوت بودیم و شعار قهرمانان سریا را شنیدیم، صدای بسیار نخراشیده و خشن رئیس زندان به نام یزدانی
که خیلی تو تبریز معلوم الحال و شناخته بود رو شنیدیم که تشکر میکرد از پاسدارای جنایتکاری که این جنایت رو انجام دادن و به ترکی میگفت دستتون درد نکنه، قربون دستاتون برم. و این چنین ما اون شب رو تا به صبح بیدار موندیم و با یاد ثریا عهد و پیمان بستیم. فرداش حدود ساعت 10-11 صبح بود که ما رو تو حیاط جمع کردن و یزدانی اومد و گفتش که دیشب ثریا رو اعدام کردیم. فکر نکنین که حکم گرفتین کار شما تمومه. دست از پا خطا بکنین شما ها رو هم اعدام میکنین. شب اعدام همون خانمی که نگهبان هوادار بود بهش گفتم که میشه بیام برم اتاق بهداری از پنجره برای آخرین بار که ثریا رد میشه نگاش کنم. بهم اجازه داد، گفت باشه. رفتم پشت پنجره نشستم. در واقع پنجره به سمت محوطه‌ای بود، محوطه‌ای بود که زندانیا رو دست دسته به سمت میدان تیر می‌بردن، که این اینجوری بود که زندان بند نسوان بعدش بهداری بود و بهداری دیوار بهداری به سمت میدان تیر بود وصل شده. اینطوری بود که زندانیا رو از همه از جلوی بند ما رد می‌کردن. وقتی بچه‌ها رو دست دسته می‌بردن که اینا موقع رد شدن با هم دست داده بودن، دست می‌دادن، سرود می‌خواندن، با هم شوخی می‌کردن، انگار نه انگار که اینا دارن میرن اعدام. یه شور و شوق دیگه تو بچه‌ها بود. من از پشت پنجره نگاه می‌کردم. یه سری آخر ثریا رو بردن. ثریا آخرین نفر بود که داشتم می‌بردم. وقتی ثریا جلوی بند رسید رو به سمت بند نگاه کرد، گفت بچه ها، داد زد، گفت بچه ها من دارم میرم، خداحافظ. بعد شروع کرد به شعار دادن، انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم به سوی او باز میگردیم. و شعار حنیف نجات دمیشته اعدام میداننده یا شاسون اسلام محبوسون ارتجا. بعد شعارهای دیگر رو داد که میگفت انا لله، همین بهش گلوله ها رو زدن. وقتی از جلوی بند رد میشد سیمای مصمم و ایمان عمیق و راسخ او را دیدم. با خودم عهد بستم که راهش را ادامه بدم و سلاحش را به دست بگیرم. برای همین بلافاصله بعد از آزادی به سازمان پیوستم و سلاحش را به دست گرفتم و همچنان در همه مراحل هم ثریا همراه من. وقتی بچه‌ها شهادت ثریا رو شنیدن تأثیر خیلی زیادی روی تک تک بچه‌ها داشت. عزممون جذب شد و عزممون خیلی در واقع برای انتقام گیری و همچنین پاسخگویی به تعهداتی که داشتیم بیشتر شد. خبر اعدام ثریا در همه جا شهر پیچیده بود و مردم دهن به دهن نقل می‌کردند. زن غسال وادی رحمت می‌گفت که موقع شستن پیکر ثریا جنین در دل اون حرکت می‌کرد و این خبر رو همه جا نقل می‌کرد. شرح شهادت و تیرباران خواهر قهرمانم ثریا ابوالفتحی در زندان تبریز به راستی اسطوره فراموشی ناپذیری است که یکی از شیواترین برگ‌های افتخار مجاهدین را در کسوت زن رشید و دلیر مجاهد خلق بیان می‌کند و بیگمان هر انقلابی و هر زن و مرد آزاده ایرانی را به تکریم و تحسین وامی دارد. آنقدر که دلخراش بودن صحنه تیرباران
در فضایی مملو از کمالات و پاک باختگی انقلابی و عقیدتی و عشق و شور متعالی از یاد می رود. آنقدر که زبان از تشریح متانت و شیفتگی عقیدتی این شیرزن مجاهد و شهادت افسانه‌ای‌اش در می ماند. آنقدر که دشخیمان و زندانبانان نیز متأثر و غرق تحقیر نسبت به خودشان و غرق در احساس احترام نسبت به مقام والا و درخشان و پرشکوه قهرمان شهید ما ثریا ابوالفتحی می شود.